الان صدا میزونه. اوکی اوکی بریم بچه، سلام مجدد، همگی خسته نباشین، بریم کارمون رو ادامه بدیم با تست شماره 5. این تست رو خودم میخوام حل کنم، بعدیش که 1400 مال شما. داخلش میخوام این نکته قشنگم بگم، خوب گوش کن. هر چی جلوتر داره میره فکر کنم روند کنکور دارید میبینید، به جای اینکه به شما یه معادله بده موازنش رو ازت بخواد، چند تاست یعنی بیشتر سعی میکنه که، چون دیگه سواد موازنه تا یه حدیه دیگه، بیشتر از اون که نیست، تهش دیگه اون ضریبای مجهول گذاشتن و ایناست، سعی میکنه چون دیگه سوادش تموم شده و کار دیگه نمیشه کرد وقت گیر بکنه سوالاتو. خوب ببین سوالو، 99 میگه که در کدام واکنش های زیر پس از موازنه مجموع ضرایب استوکیومتری فرآورده 1.5 برابر مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده است. توی سوالاتی که فرمت کلی گزینه هاش به این شکله، قشنگ اینجا رو ببین، این حرفی که میزنم یه حرف کاملا کلی برای همه قسمت هاست، شاید میشه گفت برای همه درس ها. ما سوالای چند موردیمون به دو قسمت تقسیم بندی میشه، چند مورد از گزینه‌های عبارت‌های زیر درسته، کم مورد نادرسته، کدام عبارت‌ها درسته، کدام عبارت‌ها نادرسته. این از اوناست، وقتی میگه کدام، توی کدوم یکی از اینا نسبت فراورده واکنش دهنده 1.5، شما مورد داری تو گزینه‌هات میبینی. اوکی، این بهت کمک میکنه که هر کدوم از این واکنش ها رو که تحلیل کردی بردی جلو، یا یه تاییدیه به یه گزینه ای بدی، یا یک یا چند تا گزینه رو رد بکنی. ببین تو سوالاتی که یارو میگه چند مورد، مثلا نمیدونم اینجا داریم فکر کنم، نه اینجا نداریم، الان تو این قسمت ندارم، چند مورد از واکنش های زیر، فرضاً همین سوال، چند مورد از واکنش های زیر